فانی شده تو جستجوی ساحله، توی تاریکی زمین دنبال ماه کامله. برکه یه قلبا رو باید که نظر مهتابت کنیم، یوسفی ما باید برادریمونو ثابت کنیم. تو اینجا بودی و حیرون به هر جایی سفر کردیم، دیگه زمان بازگشته منتظری که برگردیم. تو اینجا بودی و حیرون به هر جایی سفر کردیم، دیگه زمان بازگشته منتظری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، علیرضا پورمسعود هستم. غرب و مهدویت موضوعی که قرار در برنامه بازگشت در موردش صحبت کنیم. بریم با کارشناس برنامه‌مون آشنا شیم، برگردیم این صحبت رو شروع کنیم. حجت الاسلام و المسلمین زهیر دهقانی آرانی در سال 1358 در قم دیده به جهان گشود. پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی و اخذ مدرک لیسانس، به علت علاقه وافر به علوم دینی در سال 1381 وارد حوزه علمیه قم شد. ایشان در سال 1398 با دفاع از رساله دکترای خود با درجه عالی موفق به اخذ مدرک دکترای تخصصی در رشته مدرسی معارف اسلامی، گرایش مبانی نظری اسلام، از دانشگاه تهران پردیس فارابی گردید. در خدمت آقای دکتر دهقانی هستیم از مرکز تخصصی مهدویت. قرار در مورد موضوع غرب و مهدویت با ایشون گفتگو داشته باشیم. سلام، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشبختم که خدمتتون هستم. همونطور که در جریان هستید، موضوع برنامه‌مون غرب و مهدویت هست. خب موضوع مهمیه، شما هم که تخصصتون و پژوهشاتون پیرامون همین موضوع هست. قرار برای مردم این موضوع رو یه خورده باز بکنیم که اصلا این فضای هندسه غرب و مهدویت و اینکه این نگاهی که غرب به آخرالزمان و مهدویت داره چطور هستش. به نظرم برای سوال اول و اینکه بحث رو شروع بکنیم، اینکه اصلا غرب چیه، مهدویت چیه، یک به قول من فونداسیون کار رو پیش ببریم تا موضوع باز بشه. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که غرب و مهدویت از این موضوعات جدید و تأسیس هست، همینطوری که گفتید، و ارتباط غرب و مهدویت شاید برای مخاطب یک مقداری نامعنوس باشه و شاید به ذهنها چیزهای مختلفی برسه، یا تو بعضی از رسانه‌ها یک تصویری ایجاد شده باشه. ما تو بحث غرب و مهدویت معمولاً هدف گذاری که میشه این هستش که اولاً غربی که ما باهاش مواجه هستیم الان چه نگاهی به مباحث آخرالزمانی و منجی‌گرایانه داره، و موضوع بعدی که خب موضوع ریشه‌ای و مهمی هم هست این هست که این غرب الان با منجی‌گرایی اسلامی که ما به عنوان مهدویت میشناسیم چه نوع عمل کرد و چه نوع نگاهی و چه نوع مواجهه‌ای داره. حالا بحث رو با این سوال شما بخوام آغاز کنم، فعلا خیلی ترسیم کردن مباحث تعریفی شاید تو برنامه این چنینی خیلی مناسب نباشه که ما بیایم غرب رو تعریف کنیم و این موارد، ولی اون تصوری که دوستان عزیز مخاطب دارن تو ذهنشون رو من میذارم همون تصور که معمولا غرب داره یک مؤلفه های فرهنگی، فکری و سیاسی هست. البته معمولا ما نگاهمون به غرب یک نگاه جغرافیایی هم طبیعتا هست، یعنی کشورهایی که در غرب ما هستند و طبیعتاً دوستان تو ذهنشون هست چه مؤلفه‌های فکری و فرهنگی دارن. فقط من مؤکداً میگم که ما نگاهمون به غرب نگاه غرب معاصر هست، نه غرب تاریخی.
این چند سال اخیر؟ یعنی بله، غربی که ما تو این دوران مدرن تو این سالیان اخیر باهاش مواجهیم، چون وقتی ما اگه غرب رو عام بگیریم طبیعتاً به بحث‌های منجی‌گرایی در غرب باستان، در غرب مذهبی، در غرب تاریخی بخوایم بپردازیم از موضوع بحثمون خارج میشیم و خیلی علاقه‌ای هم نداریم تو این برنامه بپردازیم. همین غربی که باهاش مواجه هستیم و میخوایم ببینیم که آیا این مباحث آخرالزمانی این چنینی اصلا طرفداری داره یا نه. یه نکته هم بگم پاسخگوی سوال شما باشم، شاید دوستان عزیز مخاطب بعضن دوچار یک تصویری از غرب معاصر باشن که خب چه بسا رسانه ها هم تأثیر گذار باشن در ساختن این تصویر، و اون هم یک غربی هست که از مفاهیم مذهبی، از نکاتی اعتقادی که خب به هر حال آخرالزمان و اینکه دنیا پایان میپذیره منجی میاد، طبیعتاً بیشتر مفهوم مذهبی است، تو مذاهب بیشتر بحث میشه، مکاتب مختلف اعتقاداتی دارن در این رابطه، و شاید تصویری که تو ذهن عزیزان مخاطب باشه این باشه که بله، غرب به واسطه فاصله ای که از مذهب گرفته این مفاهیم دیگه رنگ باخته و عملا کسی خیلی طرفدارش نیست. این تصویرم شاید ناشی باشه از مشکلاتی که غرب به وجود اومده توی مخصوصا بعد از دوره رنسانس، به واسطه فاصله گرفتنش، اون جنبشی که علیه کلیسا در غرب شد و فاصله گرفتن از مفاهیم دینی، و طبیعتا بعضی از مشکلات اخلاقی و مفاهیم ضد دینی حتی تو غرب شکل گرفت. شاید تو ذهن ما اینجور باشه که این غرب همش درگیر این مفاهیم هست و عملا از دین کلن فاصله گرفته، ولی در واقع این چنین نیست. اگر حالا حتما مخاطبان فرهیخته مطلع هستند که ما کشورهایی داریم در غرب که به شدت اتفاقا مذهبی هستند و حالا به مذهب خودشون طبیعتاً، و در پی مفاهیم دینی هستند، حضورشون در مکانهای مقدس مثل کلیسا و امثالهم خیلی پررنگ هست و میشه مواردی رو از این مثالها زد. حالا اگر بخواید به یک عنوان نمونه نشون بدم خدمت عزیزان بیننده، مثلا تصویری که مشاهده میشه تصویر یک کلیساست در غرب. اگر عزیزان دوستان اتاق فرمان اگر تصویر روی ویدیو رو ما بدن، بله، یک کلیسایی است در به اصطلاح یکی از ایالت‌های آمریکا، کلیسای معروفی هم هست، کسایی که می‌بینید شرکت کردن مثل یک ورزشگاه خیلی شلوغ و پر، همشون روز یک شنبه جمع شدن در یک کلیسا و دارن دعا می‌کنند. این الان مسیحیان نیو انجیلی هستن یا مسیحیان کاتولیک هستن؟ اینها مسیحیان پروتستانی هستند. حالا پروتستانی ها انواع و اقسام فرقه ها دارن، حالا نمیخوام به اون مباحثش وارد بشیم چون ممکن هست از بحثمون دورمون کنه، ولی همین صرف حضور، یا مثلا حتی در بین کاتولیک ها که بعضا دیدن شاید عزیزان بیننده که مثلا در روم در مراسمات خاص چه جمعیت وسیعی جمع میشن، یا در آمریکای جنوبی که بعضی از کلیساها به شدت شلوغ هست، اینها نشون میده اینجوری نیست که همه مردم غرب، مخصوصا مردم طبقه عام و عموم غرب، از مباحث دینی فاصله گرفته باشن. با این روی کرد که غرب یک شاکله‌ای داره، یک مؤلفه‌های فکری و فرهنگی داره ما باهاش مواجهیم، حالا سوالی که حالا میخوام موضوع این بحث باشه انشالله خدمت عزیزان باشیم، همین هست که این غرب آیا به مفاهیمی مثل آخرالزمان یا آمدن منجی و این چنین مفاهیم مرتبط آیا اعتقاد عملی داره، آیا نمودی داره در غرب یا خیر؟ مثلا همچین نگاهی داره؟ چون ممکنه حالا یه عده از مردم بگن ما رفتیم دیدیم مثلا همچین چیزی نیست. بله همینطوره. نکته خیلی مهمی هم فرمودید، ما منظورمون این نیست که لزوماً بگیم الان تک تک کشورهای غربی یا تک تک مردم غرب همچین نگاهی رو دارن که ما داریم نشون میدیم، نه این چنین نیست. منظورمون یک گروه های، یک طیف های، یک مردم قابل توجه و حتی تأثیرگذار در سیاست که بعداً بحث خواهیم کرد هستند که فکرشون و نوع عملشون، دیدگاهشون
آخر الزمان نیست و با آمدن منجی خودشون رو دارن وفق میدن. یعنی آخر الزمان رو کامل واقعی میبینن. خب تو این زمانه مثلا ما دلایل شواهد چیزی هم داریم، چون اینجوری که شما میفرمایید یعنی که این تف پایگاه اجتماعی داره، یعنی یه سری مردم به این اعتقاد دارن، حالا تو رسانه هاشون پس باید ما اینو ببینیم، توی تولیدات مختلفی که دارن ما این رو باید مشاهده بکنیم. آیا مثلا شواهدی هم هست که ما این صحبت و این فرضی که شما گذاشته رو اثبات بکنیم؟ بله عرض کنم، بله شواهد زیادی هست، شاید خود مخاطبین رو ملاک قرار بدیم و آیا بعضیاشون رو موافق بگیم بله شواهدی رو بگید. معمولا ذهن ها میره به سمت سینمای غرب. بله. اولین شاهد خب سینمای غرب هست و این گونه بیان میشه که رواج و اوجگیری تولید سینمای با موضوع آخر الزمانی که معمولا اصطلاحش اپوکالیپتیک موویز هست، فیلم های اینچنینی به شدت اوج گرفت در یک دوره اخیر در سینمای غرب و این خودش به عنوان یک شاهد بر توجه مردم غرب به این موضوع تلقی میشه. خب ما راجع به این صحبت میکنیم. شاهد دوم ممکن هست یه سری تولیدات رسانه‌ای دیگه از جمله به ویژه سایت ها و کتاب ها هست که میشه اونها را هم در این حوزه مثال بزنیم و اگر هم عزیزان شاید قانع نشده باشن آمارهایی رو میشه به صورت مفصل ذکر کرد، آمارهای متعددی که مراکز آمارگیری غرب گرفتن و این توجه غرب و حساسیت علاقه مهم بودن این موضوع رو، موضوع آخر الزمان و آمدن منجی رو در غرب نشون میده. البته یک شاهد دیگری هم هست که حالا این روزها شاید بد نباشه با هم صحبت کنیم، عمل کرد و گفتار بعضی از سیاستمداران غربی به ویژه آمریکایی هم هست که خودش میتونه شاهد خیلی مهمی باشه. خب من فکر میکنم یک فاصله بگیریم، برگردیم روی شواهد خورده صحبت بکنیم. مسیحیان بنیادگرا از آنجا که معتقد به وجود هفت مرحله گذار در کتاب مقدس هستند، خود را تدبیرگرایان یا دهریگرایان می دانند. مراحل پیشگویی های هفتگانه کتاب مقدس عبارتند از بازگشت یهودیان به فلسطین، ایجاد دولت یهود و احداث مجدد هیکل سلیمان، موعظه شدن انجیل در تمام دنیا، به بهشت رفتن ایمان آورندگان، 7 سال دوران فلاکت که سرانجام یهودیان با پیروان دجال به نبرد می‌پردازند، وقوع جنگ آرماگدون در صحرای مگیدو اسرائیل، شکست لشکریان دجال و آغاز پادشاهی مسیح در اورشلیم. هرچند این نگاه و مراحل تحریف شده و ساخته دست خاخام‌های صهیونیست است، اما این نگاه پایه رفتار ایالات متحده آمریکا در قبال منطقه غرب آسیا خاورمیانه است. گفتگو میکنم با دکتر دهقانی پیرامون موضوع غرب و مهدویت. خب آقای دکتر، به بحث شواهد و استنادات غرب رسیدیم که اینها برخیشون یا یک لایه‌ای از جامعه که شاید پایگاه اجتماعی خوبی هم داشته باشن آخر الزمان رو واقعی می‌بینن و دارن زندگی می‌کنن. اگر از این کتاب‌ها و فیلم‌ها و آمارهایی که داریم روش صحبت بکنیم تا مخاطبان بیشتر آشنا بشن با این. بله، همونطور که گفتیم بیشتر مخاطب‌ها با چیزی که درگیر هستن فیلم‌های سینماست. سینمای هالیوود خب خیلی جایگاه مهمی در کل جهان، مخصوصاً جهان غرب داره تو شکل‌های فکری مخاطب گیری و خیلی مهم هستش. اگه ما یه نگاهی بکنیم تقریبا از اواخر به اصطلاح سده 20 به این سمت، حالا مشخصا از 1995 به این سمت، فیلم های آخر زمانی که به نحوی دارن پایان دنیا رو تصویر میکشن، لزوما این پایان دنیا هم به اصطلاح دینی نیست، یعنی ممکن هست علمی تخیلی باشه، ممکنه ژانر وحشت داشته باشه و موردهای مختلف. این گونه فیلم سازی بسیار رواج پیدا کرده و مخاطب وسیعی رو هم جذب کرده. هر دو مورد اینها نشون میده که
یک نوع علاقه دغدغه در مخاطب نسبت به این موضوع وجود داشته که هنوز همین روند داره ادامه پیدا میکنه. فیلم هایی که حتی همین سال جدید هم با فیلم های آخر زمانی در غرب شروع شده. این حالا آمارهای متعددی میشه در این رابطه اوورد، دیگه بعضیش رو واگذار میکنم چون امکان جستجو و پیمایش این موضوع توی بستر فضای مجازی هم هست. فقط به عنوان مثال، مثلا از 1995 تا 2005 یکی از آمارها میگه که سنجش شد بین 22 فیلم برتر و پرمخاطب این سال، این 10 سال 16 یا 17 فیلمش در اون مایه آخر زمانی داشت، یعنی موضوع آخر زمانی در لایه های داستانش بود. حالا اگه دوستان یادشون باشه، ذهنشون افاقه کنه، فیلم های مثل آرماگدون، روز استقلال، سیاره میمون ها، سگانه مهم، فیلم معروف ماتریکس و امثال هم، اینا همین تو همون لایه، تو همون فاصله زمانی ساخته شده بود که خب البته دلایلی هم داشت، سال 2000 و اینها. باز میایم جلوتر، یک آمار دیگه ای که خودمون پیمایش کردیم و آمارش موجود هست، سال 2012-2013 در این فاصله زمانی ما آمارمون میگه که بین 70 الی 80 فیلم آخر زمانی هالیوود ساخت. خب خیلی آمار مفصلی است، مقایسه کنید با کل سینمای ایران، تولید فیلم های ایرانی که شاید هولوش، ظاهرن هولوش 100 فیلم هست در سال، ولی اونا اندازه سینما ایران آخر زمانی، فقط آخر زمانی ساختن. بله، جالب این هست که این فیلم ها یک موضوع خاص و یک ژانر خاص هم نداره. خانوادگی هست، ژانر وحشت هست، کارتون هست، فیلم کوتاه، مستند و حتی سریال. جالب هست که حتی اونها سریال های متعدد آخر زمانی ساختن که بعضا خیلی هم طولانی و بعضی از فیلم ها رو تبدیل کردن به سریال. بله، سرباب حلقه الان سریالش داره ساخته میشه که پخش بشه. بله، حالا این سریال ها رو هم ما که یه آماری گرفتیم دیدیم که مثلا جالب هست، مثلا 15 سریال آمارگیری کردیم که سال 2015 سه تا سریال آخر زمانی پخش میشد، همینطور که گفتم امسال هم با سریال معروف آخر زمانی شروع شده. اینها چی رو نشون میده؟ این دغدغه مخاطب گیری سازندگان این فیلم ها اونها رو به سمت ساخت فیلم های آخر زمانی میکشه، یعنی ذائقه مردم میطلبه همچین موضوع. حالا این یکی از به اصطلاح شواهد ماست که شاید بعضی بپذیرند و شاید بعضی به اصطلاح ایرادی بگیرند. ما به این شاهد بسنده نمی کنیم طبیعتا. میخوام بریم سراغ شواهد دیگرمون. اگر ما یک نگاه درستی داشته باشیم، یک جستجوی دقیقی داشته باشیم در بستر فضای مجازی، سایت های مهم آخر زمانی رو هم حتی میتونیم ببینیم. من برای اینکه این سایت ها رو نشون بدم به عزیزان، باید بعضی از کلمات و کلید واژه ها رو به دوستان بگم که خب فضای برنامه اختزا نمی کنه. ولی کلن کلید واژه هایی مثل پروفسی، یعنی پیشگویی، آرماگدون، همون جنگ نهایی خیر و شر در آخر زمان، یا کلمات این چنینی، اینا کلید واژه های آخر زمانی هستن که معمولا به اصطلاح افرادی که پی این مسائل هستن با این کلید واژه آشنا. اگه همین ها رو سرچ بکنیم، جستجو بکنیم تو فضای مجازی، سایت های متعدد آخر زمانی رو میشه دید. من یه تعدادیشون رو به عزیزان نشون میدم که بعد موضوع این سایت ها رو هم خواهم گفت. مثلا bibleprophecy.com یا فرض بفرمایید سایت countdown.org که در بالای صفحه نوشته آرماگدون. بله، شمارش معکوس به آرماگدون، یعنی همون جنگ نهایی آخر زمانی است. و یا آرماگدون آنلاین و مثلا End Time Headlines. موضوع این سایت ها چی هست جناب آقای پورمسعود؟ موضوع این سایت ها عملا، اگه با این کلید واژه ادبیات آخر زمانی آشنا باشید، یک نوع تطبیق هست. تطبیق یعنی چی؟ یعنی یک چیزی که در کتاب مقدس، در آموزهای دینی گفته شده، قبلا آمده، چون همجور که میدونید هم کتاب یهودیان، کتاب آسمانی یهودیان، هم کتاب مسیحیان و همینطور اسلام، احادیث اسلامی، اینها پر هست از
پیشگویی های آخر زمانی. بله. این سایت ها کارشون این هست که میان یک نوعی تطبیق میدن، یعنی میگن اون چیزی که در کتاب مقدس گفته شده الان در حال وقوع هست. یعنی مبتنی بر پیشگویی ها اینها دنبال علائمشون مصداقیابی و هستن، مصداقیابی میکنن. و نتیجه این جمله و این برداشت این هست، اگه حرفشون رو درست بگیریم، این هست که ما در آخر الزمان زندگی میکنیم. این کلیدواژه مثل end time هم کلیدواژه خیلی مهمی است. ما در آخر الزمان زندگی میکنیم و عملا نتیجه باز این میشه که پس منجی به زودی بر میگرده. بله. حتی ادبیات جالبی داریم، مثلا این سایت جالبی که هست hisnear.com. He's near اصلا یعنی او نزدیک است. اصلا این ادبیات، خب ما میشنویم امید به آمدن منجی داریم، ولی او نزدیک است که این سایتی که حتی تصویر ساعت توش میذارن، زمان بندی میکنن. بله، و بله همین، یعنی گفتارش به مخاطب این رو القا میکنه که داره ما باید آمدن منجی رو خیلی خیلی نزدیک ببینیم. من بارها و بارها در سخنان بعضی از این کشیش‌های آمریکایی یا کشورهای دیگه دیدم که جملاتشون با این جمله پایان می‌پذیره که عیسی مسیح به زودی می‌آید. یعنی این تصور آمدن، یعنی او خواهد آمد در پایان جمله. بله، حالا هر منجی که مد نظرشون بله. هست. خب به همین نسبت بعضی از کلیس به اصطلاح کنیسه‌های یهودی هم همچین تفکری دارن، حالا توی مسیحیت به گونه دیگه. ولی اصل این که آقا فضا فضایی است که ما داریم آخر زمان رو درک می‌کنیم و به زودی منجی برخواهد گشت. حالا این فقط مختص کتاب سایت ها نیست. بله. ما کتاب های آخر زمانی زیادی رو هم میتونیم ببینیم. خب چون دیگه دامنه بحثمون نمیخوایم خیلی باز بشه، من فقط یک سری کتاب ها رو تصویرش رو نشون میدم و ارجاع میدم خود دوستان عزیز، مخصوصا فرهیختگان ارجمند، خودشون برن مطالعاتشون رو گسترده بکنن. ولی یک نکته جالبی که در کتاب‌هایی که مخصوصا در ادامه نشون میدم خدمت عزیزان قابل تأمل هست، این هست که نویسندگان این کتاب‌ها، اولا این کتاب‌ها معمولا برای همین سال‌های اخیر، دهه اخیر هستن، یعنی این ادبیات برای 50-60 سال قبل نیست، مخصوصا همین سالیان اخیر هست. ثانیاً نویسندگان این کتاب‌ها علاوه بر تطبیقی که گفتیم، یک نوع توقیت هم می‌کنن. این تعیین وقت می‌کنن برای بله. اینکه چه زمانی این ظهور اتفاق می‌افته. بله. چه زمانی بازگشت منجی اتفاق می‌افته. این توقیت دیگه یه چیز عجیبی هست. شاید سوال باشه برای مخاطبان عزیز که خب توقیت ریسک داره، به قول ما خطری داره، ممکن توقیت کردن نشون. زمان بگذره و عملاً اون توقیت نشه و آبروی اون پیشگویی کننده، اون حق نویسنده یک جورایی بره. ولی واقعش این هست، این گفتمان هنوز هم ادامه داره. دوستان عزیز به بعضی از کتاب‌ها ارجاع میدم، مثلا کتابایی که میبینید سالهای متعددی رو به عنوان سالهای آخر زمانی، پایان دنیا معرفی کردن، فصل بازگشت مثلا، بله 2012 تا 2015 فصل بازگشت، یا مثلا فرض بفرمایید اپوکالیپس رایسینگ، یعنی ظهور آخر الزمان. توجه داشته باشید، مثلا نویسنده ادعاش این هستش که وقایعی که تو جهان اتفاق میفته، تو خاورمیانه مخصوصا اتفاق میفته، نوید آخر آمدن آخر الزمان رو میده. دقت هم داشته باشن عزیزان، نویسنده های کتاب ها بعضا استاد دانشگاه هستن و بله و آدم های مهمی هستن. این گونه نیستش که مثلا دانش کمی داشته باشن. یا مثلا این کتاب شمارش معکوس آخر الزمان بازه داده 2015 تا 2021 و کتاب‌های متعدد دیگه. آیا ما در آخر الزمان زندگی می‌کنیم؟ Are we living in the end time؟ یا فرض کنید، من کتاب‌های مهمتر رو خدمت عزیزان معرفی می‌کنم، مثلا جان هیگی، توجه داشته باشید این کتاب‌هایی که نشون دارم میدم همه برای 2011، 2016، 2007، برای همین بازه‌های زمانی نزدیک به ماست. مثلا جان هیگی که کشیش بسیار معروف آمریکایی است و رابطه خیلی نزدیکی هم با جمهوری خواهان داره. بله، اصلا خیلی سیاستاشو ترامپ هست. بله،
کتاب نوشت به نام Earth's Final Moments، یعنی لحظات پایانی زمین. این لحظات پایانی زمین یعنی که دیگه داره دنیا پایان میپذیره و عملا ما باید آماده فرارسیدن آمدن منجی و فرارسیدن آخر زمان باشیم. یا من مخصوصا سالهای مختلفی که در این کتابها آمده به دوستان نشون میدم، تأکید رو تعیین وقت دارم. مثلا قبلی، بله، کتاب قبلی در مورد تقویم مایاها بود فکر میکنم. بله، اقسام، انواع اقسام فکرها. بله، بله، همینطوره. یا مثلا این رو نگاه کنید، فقط دامنه کتابها نیست، این یک مستند هست که جوئل ریچاردسون ساخته. حالا محتوا هرچی هست، ایشون اومده داخل خاورمیانه، فیلم هایی گرفته، کلیپ هایی گرفته و میخواد بگه این حوادث خاورمیانه هول و هوش ما داره همون چیزی هست که پیشگویی شده در کتاب مقدس و عملا ما در آخر زمان زندگی میکنیم. اسم مستندش هست End Time Eyewitness، یعنی شاهدان آخر زمان. و کتاب های متعددی که هست، مثلا این کتاب رو عزیزان مشاهده بکنن، مثلا People are asking is this the end، مردم از ما میپرسند آیا به ته خط رسیدیم، که این خیلی جالبه، یعنی شاید عنوان های جذابی است. بله، یک نکته فقط من عرض کنم، من کتاب ها رو دیگه فرصت نیست، نمیخوام وقت عزیزان رو بگیرم، کتاب های متعددی هست، من میگم کتاب های 2016 تا 2018 2019 کتاب ها متعدد هست، کافیه که با این کلید واژه ها دوستان جستجو بفرمایند. خب به نظرم یک فاصله بگیریم، برگردیم ادامه مبحث رو داشته باشیم. ما رهبران مذهبی فرقه های پروتستان در ایالات متحده و انگلستان اعتقادات یاد شده را در چند دهه گذشته به شدت در آمریکا و جوامع اروپایی تبلیغ و ترویج کردند. در اوایل سال 2001 میلادی، هال لینسی، کشیش آمریکایی، کتاب در پیشگویی های انجیل جای آمریکا کجاست را تألیف کرد که یکی از پرفروش ترین کتاب های دهه 2000 میلادی در آمریکا به شمار می آید. نویسنده در این کتاب بعد از بیان نقش آمریکا در جنگ نهایی آرماگدون در پی اثبات این مطلب است که دولت آمریکا رهبری این جنگ را عهده‌دار خواهد بود. حتی دولت آمریکا در رواج جنگ سرد بر ضد شوروی سابق، موشک‌های هسته‌ای قاره پیمای خود را شمشیرهای جنگ مقدس نامیده بود. پیروان این مکتب افراطی بر این مطلب اذعان دارند که عملیات طوفان صحرا در سال 1991 میلادی بر ضد عراق مقدمه‌ای برای جنگ مقدس آرماگدون بوده است. این تفکر همکنون نیز با طرح پیشگویی‌های اینچنینی در حال دفاع ایدئولوژیک از رژیم صهیونیستی است که باید با سلاح رسانه و سیاست خارجی آخرالزمانی با آنها مقابله کرد. غرب و مهدویت، موضوع این قسمت از برنامه بازگشت گفتگو می‌کنم با دکتر دهقانی. آقای دکتر، ما نمونه‌هایی از این کتاب‌ها رو دیدیم که فکر می‌کنم خیلی هم بیشتر از این هاست، اما خب مشت نمونه خرواره. اما سوالم اینجاست که خب این در سطح دانشگاهی که تولید نشده، درسته اون افرادی که نویسنده این کتاب‌ها هستن تحصیلات دانشگاهی تو این زمینه دارن، یعنی مخاطب عام نیاز داره به این کتاب ها که داره این ادبیات تولید میشه، و یک آماری هم داشته باشیم از مقدار حالا فروشش که این کتاب ها و این ادبیات چقدر اثر داره روی جامعه عام اون غرب. درست، بله، اصلا ما اگه بخوایم پاسخ درست بدیم به اون سوال ابتدایی برنامه، باید ثابت کنیم این کتاب ها به اصطلاح ما مخاطب داره، فروش بالایی داره، یعنی صرف نوشتن کتاب خیلی نمیتونه ملاک خوبی باشه. همونطور که شما میفرمایید، معمولا جامعه مخاطب عام مخصوصا برخی از این کتاب ها رو بسیار میپذیره. دقت داشته باشید، تو برخی بازه های زمانی ما به رواج بیشتر و فروش بیشتر این کتاب ها مواجه میشیم که طبیعی هم هست. مثلا جالب هست، من جستجو میکردم، فرض بفرمایید برگزیده شدن ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا به عنوان یک رویداد آخر زمانی تو چند تا کتاب بحث شد. ولی اگه بخوایم راجع به میزان فروش و اون مقبولیت عام این کتاب ها یک نگاهی داشته باشیم، میتونم چند تا کتاب رو مثال بزنم که دوستان عزیز بیننده خودشون مشاهده بکنن. فرض بفرمایید کتابی که جان اف والورد نوشته که دوستان میبینن، آرماگدون اویل اند ترور، آرماگدون نفت و
ترور بیش از 2 میلیون نسخه در سالهای اولیه فروش داشت که خیلی فروش بالایی است. اینهایی که داریم نشون میدیم همه کتابهای آخرالزمانی است. یا فرض بفرمایید همون جان هیگی کشیشی که در موردش صحبت کردیم کتابی نوشت به نام اورشلیم شمارش معکوس سال 2007 و سال 2016 تجدید ویرایش مجدد شد، بیش از 2 میلیون نسخه فروش داشت. جالب هست همونطوری که گفتم جان هیگی طبیعتاً به جمهوری خواه نزدیک هست و حمایت خیلی شدیدی از اسرائیل داره و به تبعش با ایران دشمنی داره. موضوع این کتاب اصلاً برنامه هسته‌ای ایران هست. اصلا خیلی جالبه توی برنامه توی کتاب نفت و ترور، یعنی اصلا نظام سرمایه‌داری رو گرفت زده به بحث آخرالزمان. دقیقاً همینطوره. الان اینجا برنامه هسته‌ای ایران رو گره زده، یعنی به عنوان یک نشانه آخرالزمان، اون یک رویداد آخرالزمانی تحلیل میکنن. جالب هست که سال 2013 اگر اشتباه نکنم حتی فیلم سینمایی هم هالیوود از این کتاب نوشت. یا کتاب دیگری، این دو کتاب اخیر رو که نشون میدم خیلی جالب هست که فروش فوق‌العاده‌ای داشتن، البته برای 4 دهه پیش هستن، اینا یه مقدار فاصله زمانی با ما دارن، ولی خود مخاطب پسندی و جذب مخاطبشون عجیب بوده. مثلا کتاب The Late Great Planet Earth که هال لینسی، خودش یکی از معروف‌ترین کشیشانی که برنامه‌های متعدد شبانه داره، بیش از 30 میلیون نسخه فروش داشته. یه نکته تو این کتاب هست که خیلی قدیمیه، چون قبل از انقلاب این چاپ شد. این کتاب این نکته داره خیلی جالبه. تو این کتاب میگه جهان یک انقلاب معنوی، یک بمب معنویت درش منفجر میشه، منتها اونجا این تبدیل میکنه به غرب و آمریکا، و جالبه تو همون زمان تو این پیشگویی انقلاب ایران اتفاق میفته. یعنی این فضایی که اینها به وجود میارن شاید بعضی وقتا یک دریافت های درستی هم نسبت به وقایع دارن. خیلی جالب بود این نکته که تو این کتاب وجود داشت. بله، همین نکات بوده که نیاکنید این کتاب بیش از 50 زبان دنیا ترجمه شده و مخاطب نه فقط غرب، تو جهان داشته. یا مخصوصا دیگه سرآمد کتاب‌های آخرالزمانی شاید بشه کتاب لفت بیهایند رو گفت. لفت بیهایند یا بازمانده کتاب خیلی عجیبی است که طبق برآوردها بیش از 63 میلیون نسخه فروشش بوده، حتی 4 فیلم سینمایی هالیوود ساخته بر اساسش. آخرش هم نیکولاس کیج. بله، نیکولاس کیج بازی کرده، همونطور که فرمودید فیلمی هست که نیکولاس کیج، حالا شاید بعد از اون هم فیلم دیگری ساخته شده باشه، من اطلاع ندارم. نه ساخته نشده. حالا میخوام بگم فروش و میزان پذیرش مخاطب و دنبال این مطالب بودن توسط مخاطب، مخصوصا مخاطب غربی. تمایز لفت بیهایند تو این زمینه با بقیه کتابا چیه؟ این مقدار اختلاف زیاد، 2 میلیون کجا 63 میلیون کجا؟ اولا خب سالهای زیادی از نگارشش گذشته، و ثانیا موضوع دو کتاب آخر مخصوصا یک نوعی عامی‌سازی مطالبی بوده که توی کتاب مقدس گفته شده. تو فیلم آخر نشون میده که اینا توی پروازن، این پرواز داره به یک مقصدی میره. بله. بعد یه عده از اینها از روی زمین برداشته میشن، یعنی حالا اینا میگن رفتن پیش مسیح یا یه جای، بعد بازمانده ها میشن کسانی که موندن و دارن حسرت میخورن. این فیلم کنم یک همزاد پنداریه برای اثرگذاری روی مخاطب. حالا نمیدونم از نوع پیشگویی که از تو کتاب مقدس اومده بیرون انجیل اینطور پیشگویی کرده، یا اینها دارن این پیشگویی رو میسازن. این یه دونه حالا این نکته میگم مهمی. چون ما یک توضیحات دینی هم باید بدیم. این چیزی که شما فرمودید برداشتیه که کلیساهای خاصی از آمریکا از مفهوم رپچر دارن. رپچر حالا به عنوانهای مختلفی ترجمه میشه، یا خلسه یا چیزهای دیگر. رپچر یکی از برداشت‌ها همین فرمایش شماست. بخوایم به اونها وارد بشیم از بحثمون دور میشیم، ولی کلاً چیزی که ما نیاز داریم این هست که اینها مخاطب وسیعی دارن. این فکر که چه اتفاقی داره حول و حوش ما میفته، چرا الان وقایع پیرامونی ما نشون میده که آخرالزمان در حال وقوع هست و امثاله. باز یک شاهد آخر رو هم سریع بیارم که دوستان رو خیلی به اصطلاح معطل نکنیم. این شاهد آخر چون ممکن هست بعضی به فیلم، به کتاب، به هر حال ایراد بگیرن، مخصوصا بعضی دوستان فرهیخته، شاهد آخرمون رو بر اساس برخی از آمارهایی مبتنی میکنیم که خود مراکز آماری غربی، مخصوصا مراکز معتبر غربی گرفتن. چندین آمار رو
میشه در این زمینه مثال زد که حالا به خاطر وقتمون من خودم 3 تا آمار در این زمینه دارم، ولی یکیش رو میخوام خدمت عزیزان نشون بدم که خود دوستانم میتونن مشاهده بفرمایند و بعداً خودشون تحلیلش رو هم مطالعه کنن. مثلا یکی از اون آمارها آماری است که مؤسسه پیو گرفته. مؤسسه پیو، پیو ریسرچ سنتر، مؤسسه تحقیقاتی پیو، یک مؤسسه خیلی معروفی هست که تو آمریکا به اصطلاح مبدأش هست، ولی در سراسر جهان آمارهای بسیار معتبری میگیره. بله، آمارهاش رو من حتی دیدم رسانه‌های ما هم متعدد استفاده کردن. این مؤسسه پیو آمد سال 2010، انتخاب سال 2010 و اینها هم حالا موضوع جالبی است. سال 2010 آماری گرفت بین مسیحیان آمریکا. یکی از پرسش‌هاش، توجه داشته باشید، بین مسیحیان آمریکا که بیش از 70% جامعه آمریکا رو تشکیل میدن، یکی از سوال‌هاش این بود که آیا شما آمدن عیسی مسیح رو نزدیک می‌بینید یا نه. سوال جذابی است. Will Jesus return soon؟ آیا به نظر شما عیسی مسیح به زودی ظهور خواهد کرد، باز خواهد گشت؟ خب دوستان عزیز حتما مستحضر هستن که بازگشت عیسی مسیح رو همه مسیحیان جهان باور دارن. البته در شیوه بازگشت اینها اختلافاتی هست. خب مسیحیان آمریکا که بیشتر جمعیت پروتستان هستن، پرسیدن ازشون. آمار گزارشش هست، دوستان میتونن به سایت مراجعه کنن. نتیجه آمار توی این تصویر که خود سایت پیو گذاشته قابل مشاهده است که خیلی عجیب هست. نگاه کنید، سوالی هم که پرسیدن جناب آقای پور مسعود: Percent of US Christians who say Jesus will return to earth in the next 40 years، یعنی تا 40 سال آینده. به نظر شما آیا 40 سال آینده ما عیسی مسیح رو میبینیم یا نه؟ میبینه خودشون. چقدر احتمال میدید؟ نتیجه خیلی جالب هست. 27% گفتن قطعا این اتفاق میفته، یعنی از هر 100 نفر 27 نفر گفتن حتما عیسی مسیح در همین زودی ها خواهد آمد. 20% قطع نگفتن ولی با احتمال زیادی آمدن دادن. 14% گفتن ما نمیدونیم، یعنی و نتیجه ندادن پاسخ به این سوال. و 10% گفتن این اتفاق به زودی نخواهد افتاد قطعا، و 28% احتمالش رو کم دونستن. مجموعا ما باشیم و این آمار بخوام یه تحلیلی بکنیم که حالا جای تحلیل عمیق داره، حتی مراکز دینی، مراکز فرهنگی و سیاسی ما حتی باید روی این آمارها فکر بکنیم. نتیجه این آماری هست که تقریبا 47%، تقریبا نیمی از جامعه مسیحیان آمریکا در این آمار، ممکن هست دو سالهای مختلف هم متفاوت باشه، تو این آمار نزدیک نیمی از جامعه آمریکا کسانی هستن که آمدن عیسی مسیح رو به قطع یا به احتمال زیادی خیلی نزدیک میبینن. یعنی احساس میکنن عیسی مسیح رو در طول زندگی خودشون خواهند دید در آینده نزدیک. خب این آمار خیلی عجیبی است. این نشون میده دیدن فضای آخر زمانی، احساس این که یک شرایط به یک سمت و سوی میره که ما احساس داریم به آمدن منجی و نیاز داریم به نجات منجی، خیلی پررنگ است. خیلی خوب. این نظرسنجی ها و این افکارسنجی ها رو جدیدن انجام نشده، یعنی فقط مال همون؟ چرا، جدیدن هم شنیدم انجام شده. من راستش آمار جدیدش رو نگرفتم، قبلش رو گرفته بودم، یه مقداری پایین تر بود، حالا ممکنه بالاتر رفته باشه. ولی نکته ای که دوباره تذکر میدم این هستش که بعضی وقایع این جریانات رو ممکنه بالا و پایین ببره. حالا کد بزنیم به پل بزنیم به بحث بعدی، نیا کنید همین وقایع ممکنه حتی بعضی از رخدادها رو آخر زمانی تو ذهن مخاطب نشون بده. مثلا به نظرم یه فاصله بگیریم چون بحث ناتموم میمونه، این بخش رو ببینیم، برگردیم گفتگو رو داشته باشیم. برنامه بازگشت رو میبینیم، به میانه از گفتگو با دکتر دهقانی رسیدیم، یک بخشی رو ببینیم، برگردیم ادامه گفتگو رو داشته باشیم. پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 میلادی، نقش این جریان در دستگاه دیپلماسی آمریکا به شدت افزایش یافت، به طوری که
صاحب نظران و پژوهشگران سیاسی هشدار دادند که ایدئولوژی بنیادگرای صهیونیسم مسیحی به وضوح در بدنه کاخ سفید مشاهده می شود. زمانی که قواعد و هنجارهای مذهبی گسترش می یابد، زمینه برای تبدیل مذهب اجتماعی به مذهب سیاسی به وجود می آید. در این روند راست مسیحی، صهیونیسم مسیحی و بنیادگرایی مسیحی از جریانات سیاسی بالنده مذهبی به شمار می آیند که طی نیم قرن گذشته توانستند نقش بیش از پیش مهمی در روند تصمیم گیری های امنیتی و سیاسی در واشنگتن ایفا کنند. این امر نشان می دهد مذهب گرایی در جامعه آمریکا صرفا نماد و نقش دینی ندارد، بلکه از قالب ها و قواعد مذهبی به عنوان پشتوانه سیاست های رسمی کشور استفاده می شود. سوال مهم این است که دولت مردان جمهوری اسلامی در طی 40 سال گذشته تا چه حد تقابل آخرالزمانی با این دشمن ایدئولوژیک صورت داده است؟ شواهد و مدارک بحث غرب و مهدویت و اعتقاد غربیان به آخرالزمان رو بررسی کردیم. الان میخوایم بپردازیم به اینکه آیا این رفتار در سیاست مداران خود غرب هم اثر داره یا نه واقعا یک صرفا یک رفتار شخصی و فردی هستش. آقای دکتر، این سوال الان وجود داره که آیا واقعا این اجتماعی این رفتار یا نه فردیه، برای سبک زندگی خودش داره انجام میده و اصلا تو سیاست هاشون دخیل نیست؟ بله، سوال خیلی مهمیه، چون این چیزی که ما باهاش بروز یعنی میبینیم جلوی دیدمون شاید با اون چیزی که در ذهن و مذهب فرد مخاطب یعنی مثلا سیاست مدار غربی میگذره متفاوت باشه. نگاه کنید، همینطور که شما فرمودید میخوام ببینیم توی سیاست مدارشون، چون این مهم هستش، خیلی هم مهم هستش، تو رفتارشون ظهور و بروز داره یا خیر. ما اگه یه تحلیلی بکنیم، یه نگاهی بکنیم، مخصوصا اونهایی که رفتار به صورت خاص برخی سیاست مداران آمریکا رو تحلیل کنن، میبینن به شدت برگرفته از همین تفکرات آخرالزمانی است. به صورت خاص مخصوصا گروهی در آمریکا که متصف هستن به جمهوری خواهان، به حلقه های مذهبی خاصی متصل هستن و وصل هستن که این تفکرات دامن زده میشه. نمونه مشخص بگم، مثل بوش که اصلا رفتارش در و حضورش در منطقه خاورمیانه با توجه به اینکه خودش رو مذهبی میدونست، خودش رو من وعده داده شده، بله، خودش رو به نوعی الیاس میپنداش و امثال هم، یک نوع کمککار منجی خودش رو تلقی میکرد، اصلا با این امید و وعده بود که من میرم خاورمیانه، این کار رو میکنم تا زمینه آمدن منجی رو فراهم کنم. و این خیلی عجیبه ها، جنگ میکنه توی کشوری مثل عراق، این همه خسارت و این همه کشته، فقط با این امید که من دارم کاری میکنم تصریح کنم آمدن منجی رو، کمکش کنم. یا فرض بفرمایید حالا دولت کنونی، حالا شخصیت ترامپ به واسطه اینکه تاجر هست و مسائل اقتصادی و اینها رو نمیتونیم دقیق تحلیل کنیم، گرچه همین آقای ترامپ هم دیدید که برخی مخصوصا کشیش ها در همین چند روز اخیر اومدن براش مستقلا دعا کردن، اون عکس معروف هستش که خیلی حامیش هستند و این طرز تفکر مذهبی رو سعی میکنن تو ذهنش پیش ببرن. ولی مشخصا برخی از نزدیکان آقای ترامپ مثل پومپئو، مثل جان بولتون که گذشته همراهشون بود، اینا به شدت ادبیات گفتاریشون، ادبیات فکریشون آخرالزمانی است. من مثال بزنم، بعضی رخدادهایی که اتفاق میفته اونها با نگاه آخرالزمانی خودشون تحلیل میکنن. فرض بفرمایید این سال گذشته اسفند ماه، تقریبا بهمن ماه، که سردار عزیزمون شهید سردار سلیمانی مدال افتخار ذوالفقار رو از رهبر معظم انقلاب دریافت کردن، خب ما اونجا شاهد بودیم که ایشون درخواست شهادت کردند از حضرت آقا و حضرت آقا گفتن انشالله شهید بشید ولی زمانی بگذره ما استفاده کنیم. جالب هستش که برایان کوک که مسئول امور ایران هست، مسئول میز ایران در بله مشاور به اصطلاح ترامپ هست،
برایان هوک به فاصله تقریبا یک ماه بعدش توی جمع خصوصی گفت، گفت اصلا این همین کاری که ایران کرد از نظر ما یک رخداد آخر زمانی است. مطلب عمومی شده جنسش. بله بله، در مصاحبهش در برخی رسانه ها منتشر شد، جنس این کار ایران رو آخر زمانی میدونست. یا بیایم جلوتر، همین همایش مشترک نظامی که ایران، روسیه و چین برگزار کردن در دنیا، در دریای عمان، همین جور بود. باز یکی از مشاوران نظامی آمریکا تعبیر اپوکالیپتیک به کار بله دقیقا بودش. این اصلا فضایی که به وجود اومده، میگن اونجا خلیج فارس براشون مهمه، خاورمیانه مهمه، میگن اینها میخوان خاورمیانه ای که قرار اون جنگ نهایی آخر زمان سال بعد خودشون شاید اینجا جای بحث داره به وجود بیاد، و این یک نشان از جنگ جهانی تازه نیست، جنگ آخر و زمانیه دقیقا. بله، البته واقعش این هست اگه ما بخوایم وارد مصداق‌ها بشیم باید توضیح دینی بدیم، مثلا کشورهای جنوب، کشورهای شمال. بله بله. اینها حرفایی هست که در همون کتاب مقدس زده، اینها میان به نوعی با ذهنیت خودشون ترسیم میکنن و میگن که الان آخر و زمان هست و باید خودمون رو مهیا کنیم. حالا بعضی این جنگ‌ها، میخوام این نکته رو بگم آقای پورمسعود عزیز، خیلی از رفتارهای بعضی همین سیاستمداران غربی به ویژه آمریکایی بر اساس تفکر دینیشون ناشی شده، تفکر دینی که از بسترهای خاصی بهشون القا شده، حالا باید تحلیل بشه درست هست یا نادرست، ولی دارن با اون بستر کار میکنن و باید ما اون رو خوب بشناسیم. یعنی مشخصا ادعایی که در مورد جدایی حالا دین از مقولات حکومتی و سیاسی دارن، عملا این اتفاق نیفتاده، رسما این دیدگاه ها وجود داره، دارن پیش میبرن. و حالا سوال من اینه که این ریشه نگاه چیه و اینکه این مثبت بودن، منفی بودن این نگاه و این رفتار رو کی تعیین میکنه؟ آیا لابی آیپک دست صهیونیست‌هاست اینها دارن هدایت میکنن مستقیما، یا نه واقعا این مسیحیان انجیلی که پروتستان هستن اومدن دارن این فضا رو به وجود میارن کاملا به نفع اسرائیل؟ یعنی این مسیر سیاسی که داره به وجود میاد، انتقال نمیدونم پایتخت، انتقال سفارت و تو رأس شاید معامله قرن، یعنی یک فضای کاملا آخر زمانیه. این بعد دقیقاً از طریق ترامپ هم دارن اینو پیش میبرن. ما چجور باید تحلیلش بکنیم؟ بله، همینطوری که گفتید، شاید ما اون آمارها رو نشون دادیم یا اون کتابها رو، این ذهنیت تو مخاطبان عزیز پیش اومد که خیلی هم خوبه، چه اشکالی داره ما مردم غرب منتظر آمدن منجی باشن، ما هم که منتظریم، ادبیات فکری واحدی داریم. در اصلش مشکلی نیست، در اون گروهی که داره شکل میده این تصویر رو و به اصطلاح ما این مخاطبی که اون آماری که نشون دادیم در بر میگیره، اونها وقتی ما یه تعاملی بکنیم، یه تحلیلی بکنیم، میبینیم اون مخاطب ذهنیتشون توسط افرادی شکل گرفته مثل نویسندگان اون کتاب‌ها، افرادی هستن که متاسفانه به یک جریان خاص فکری و مذهبی توی غرب به نام جریان صهیونیستی یا جریان صهیونیست مسیحی متصف هستن و این کار رو خیلی دشوار میکنه و خیلی خطرناک میکنه. چرا؟ چون اون جریان ادبیات فکریشون به این سمت و سوی هست که ما باید یک کاری برای آمدن منجی بکنیم و اون کار یکی از اون جمله اون کارها این هست که یک دولت یهودی با مشخصات خاصی در سرزمین دولت جهانی فلسطین شکل بگیره که بعداً توسعه هم پیدا میکنه و هر کاری میکنن تا اسرائیل رو حمایت کنن. این ادبیات خوب طبیعتاً ما میدونیم دیگه، توی شاید ریشه خیلی از حمایتایی هم که آمریکا داره از اسرائیل میکنه دقیقاً بر همین متصف هست. میخوام این رو عرض کنم که این آمار، این کسایی که خیلی سینه میزنن و دوست دارن آخر زمان بیاید در قبل، همشون با فکر ما فکر نمی کنن، عملا دوست دارن بیاد منجی، یک دنبال یک جنگ های آخر زمانی هستند و اون رو مقدمه آمدن منجی میدونن. طبیعتا اینها مواردی است که ما باید براش فکر کنیم، تحلیل کنیم و برنامه ریزی کنیم. بله، خب اصلا پیشگویی رو به وجود میارن تو حالا اون تعیین وقتی که شما اسناد و نمونه هاش رو آوردید، مثلا سال 2000 میگفتن نابود میشه، سال 2009 باز ما اینو داشتیم، 2012 اینو داشتیم که حتی رولند امریش تو اون فیلمی که ساخت کاملا نشون داد و جالبه حالا بیشتر از اونی که خرج کرده بود دو برابر یا سه برابر فروش داشت این فیلم، و حالا دارن دوباره 2021 رو مطرح میکنن. این پیشگویی سازی ها شاید برای عده جذاب باشه حالا به فرموده شما،
ولی خب نهایتش اینه که این تفکر صهیونیستی که به عنوان دولت جهانی باید به رسمیت بشناسن، اون اکوسیستم رسانه‌ای که در غرب شکل گرفته برای انتقال حرف آخر الزمان، بحث و موضوع آخر الزمان، به این میکشونه که آقا ما واقعا باید مسیح بیاد، بعد حالا اختلافمون رو با یهودیا حل میکنیم، در صورتی که اصلا مسیح باید دشمن باشن، چون میگن مسیح رو شما کشتید، شما فرستادیش رفت. اما امروز یه وحدت جالبی از لحاظ آخر الزمان بین این دوتا گروه شکل گرفته. بله، همینطوری که شما میفرمایید، دقت داشته باشید، حالا چون وقت برنامه به اتمام رسیده توضیح دینی و اینها نمیشه داد، ولی اجمالا داشته باشید اینها گروه خیلی زیادی از نظر تعدادی نیستند، ولی متاسفانه با وجود داشتن رسانه‌های مختلف، با وجود تأثیری که همینطور که گفتیم بر سیاست گزاران آمریکایی میذارن امثال ترامپ و امثال هم و رسانه‌های متعدد، قدرت تبلیغی فراوانی که دارن، خودشون رو نماینده کل جهان غرب میخوان نشون بدن، جهان مسیحیت نشون بدن، در حالی که خب خیلی از مسیحیانی که شاید بعضن مخاطب ما هم باشن این تفکرات رو اصلا دینی نمیدونن، فاصله دار میدونن و اینها رو تفکرات باطلی میدونن. ولی عملا متاسفانه ما با این جریان فکری روبرو هستیم. نکته‌ای که در انتهای عرایزم عرض کنم، ما با این سری شواهد خواستیم اینطوری مطلب رو به ذهن دوستان فرهیخته ارجمند برسونیم که این موارد نشون میده که یک فکر مهمی، فکر آخر زمانی مهمی در عرصه عمومی، در عرصه سیاست مدارای غربی شکل گرفته و ما باید برای این فکر کنیم، تأمل کنیم و برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشیم. این فکر میکنم که واقعا این تقابل جدیه، اینکه میفهمم شاید یک گروه کوچیکی باشن. شما الان توی 50 سال گذشته اگر نگاه بکنیم 50 تا کمپانی خبری داشتیم، الان شده 6 تا. این 6 تا هم دقیقا در دست خانواده یهودیه، یعنی از ما داریم توی MBC که شبکه MBC که از یهودیان مهاجر روسیان، بحث رابرت مورداک رو داریم، خانواده مورداک، و همه اینا جالب نگاه آخر زمانی دارن. یعنی اگر لازم باشه در خصوص این پدیده آخر زمانی و هزاران واژه خبر تولید میکنن و اگر هم نخوان هیچ چیزی پخش نمیشه. اضافه میکنم این تقابل جدی هستش. خیلی خوشحال شدیم، لطف کردید. ما به بحث نگاه غرب به مهدویت اسلامی نرسیدیم، انشاءالله یک برنامه مجزا در موردش صحبت بکنیم و به بحث اصلا خود مهدویت بلخص تشیع و نگاهی که غرب داره بهش بپردازیم. حتما انشاءالله. به بخش پایانی برنامه‌مون رسیدیم، گفتگو کردیم پیرامون نگاه غرب به مسئله آخرالزمان، انشاءالله یک برنامه مجزا پیرامون نگاه غرب به مسئله مهدویت اسلامی و بالاخص تشیع داشته باشیم. نظرات، انتقادات، پیشنهاداتون رو در شبکه اجتماعی با ما به اشتراک بذارید. خدا نگهدارید. باز آسمان گرفته و پردود، خسته ایم، آهی هوای تازه مرد، خسته ایم، دریا کن، آفتاب کن، آینه کن، تو کم، پر عقده ایم از این همه کم بود، خسته ایم، فریاد میزنیم و صدا ما نمیرسد، بی تو کلید واژه‌ی مفقود، خستیم، ظاهر شفت به محمد در آسمان، از این همه ستاره داوود، خستیم، خستیم، فریاد میزنیم و صدا ما نمیرسد، بی تو کنید واژه مفقود، خستیم.